به نام خدا و درود بر شما. سرخط خبرها. تأکید رهبران هند و ایران برای همکاری در تأمین ثبات در افغانستان. سخنگوی امارت اسلامی نیز بر روابط نیک با کشورهای منطقه تأکید کرد. افغانستان خواهان روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است. بندر چابهار یکی از فرصت‌های بسیار خوب اقتصادی در منطقه شمرده میشه که افغانستان هم از این بهره خوب میبره. دیدار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با شماری از افغان‌ها در کانادا. ریچارد بنت در این دیدار به آزادی‌های بانوان و تأمین حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده است. می‌خواهد حکومت سرپرست امارت اسلامی را در افغانستان به نقض گسترده حقوق بشر متهم سازد. خواست معاون سیاسی رئیس الوزراء از سازمان ملل. مولوی عبدالکبیر در دیدار با خانم اوتان بایوا خواستار برخورد مسئولانه این نهاد در مورد مسائل افغانستان شد. باید اونما سازمان ملل متحد کمک‌های بیشتر با مردم افغانستان داشته باشد. و تأکید رئیس جمهور روسیه بر حل تنش‌های منطقه‌ای از راه سیاسی. مشروع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی یک با من احمد شاشکوهمند. سخنگوی امارت اسلامی بر داشتن روابط مسالمت آمیز حکومت سرپرست افغانستان با کشورهای منطقه تأکید کرده است. ذبیح الله مجاهد در واکنش به اظهارات رهبران هند و ایران در مورد افغانستان از کشورهای منطقه و جهان خواست که در کنار داشتن روابط اقتصادی در بخش سیاسی نیز با افغانستان وارد تعامل شوند. این در حالی است که مقامهای ایران و هند در حاشیه نشست بریکس در روسیه درباره اهمیت بندر چابهار و کمک برای صلح و ثبات در افغانستان دیدار و گفتگو کرده اند. مشعل ایوبی و جزئیات بیشتر. نرندرا مودی، نخست وزیر هند و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست بریکس در شهر کازان روسیه درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. در این دیدار، نخست وزیر هند بندر چابهار را برای توسعه و بازسازی افغانستان و تقویت روابط اقتصادی این کشور با آسیای مرکزی مهم دانسته است. همزمان، رئیس جمهور ایران از تعهد و کمک کشورش برای رسیدن افغانستان به ثبات و امنیت اطمینان داده است. توسعه بندر چابهار بزرگترین رکن همکاری های ماست و معتقدیم که این توسعه نقش مهمی در تنظیم روابط دو کشور و همچنین روابط ایران و هند با دیگر کشورهای منطقه دارد. باید با انگیزه و اراده آینده منطقه را بسازیم و با افغانستان تعامل و گفتگو داشته باشیم. باید کمک کنیم تا ملت افغانستان با حل مشکلات به صلح، آرامش و رفاه برسند. در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حکومت سرپرست افغانستان خواهان بهبود و بهترسازی روابط اقتصادی کنونی کشور با کشورهای منطقه از جمله ایران و هند است. افغانستان خواهان روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است. بندر چابهار یکی از فرصت‌های بسیار خوب اقتصادی در منطقه شمرده میشه که افغانستان هم از این بهره خوب میبره. هند و ایران از اون موقعی را که وجود مساعد ساخته یا پیشگاه میره برزی گذاشتن تا افغانستان توسعه اقتصادی پیدا بکنه و آهسته آهسته از مشکلات اقتصادی بیرون بیاد. ما خواهان روابط خوب هم با هندوستان و هم با جمهوری اسلامی ایران هستیم و توانستیم تا به حال با همه کشورها به روابط اقتصادی خود اعتقاد ببخشیم. وی از کشورهای منطقه خواست که در کنار روابط اقتصادی در بخش سیاسی نیز با افغانستان وارد تعامل شوند. آقای مجاهد داشتن روابط خوب سیاسی کشورهای منطقه با یکدیگر را در راستای ایجاد فضای مسالمت آمیز و پیشرفت اقتصاد مهم دانسته است. و خواهان از استیم که در بخاطر بهبودی روابط اقتصادی و روابط دیپلماتیک بین کشورها هم تأمین کرده تا هر گونه تشویشی که باشد بین بره و همچنان یک فضای خوب اعتماد به میان بیاید تا بتانیم با آرامی و آرامش در منطقه زیست مسالمت آمیز داشته باشیم و همچنان داد و ستد اقتصادی بیشتر ساخته شود تا بر رفاه منطقه منجر گردد.
این در حال است که تا اکنون هیچ کشور امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما برخی از کشورهای منطقه با حکومت سرپرست کشور رابطه خوب اقتصادی ایجاد کرده و کشورهای قزاقستان و قرغزستان نیز نام امارات اسلامی را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در سفرش به کانادا با شماری از افغان‌ها در آن کشور دیدار کرده است. در همین حال آگاهان سیاسی به این باورند که این سفر آقای بنت تأثیر منفی بر روابط کشور با جهان نمی‌گذارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در سفرش به کانادا با شماری از افغان‌ها در آن کشور دیدار کرده است. در حالی که ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به افغانستان از سوی امارت اسلامی به علت نشر و پروپاگاندا در مورد افغانستان ممنوع شده است، اما پیشتر آقای بنت هدف از سفرش به کانادا را دیدار با مقامهای کانادایی و شهروندان افغانستان مقیمان کشور و گفتگو در مورد مسائل حقوق بشری درباره افغانستان گفته بود. ما باید بیشتر بر اقدامات تمرکز کنیم که حامی حقوق بشر افغانستان است. مسئله حقوق بشر یک تحمیل غربی نیست، بلکه یک ارزش جهانی است و ما باید با جدیت و استواری به آن پایبند باشیم. آقای بنت در حالی با شماری از افغانها در کانادا دیدار می کند که برخی از آگاهان سیاسی باور دارند که سفر و دیدار آقای بنت با مخالفان سیاسی امارت اسلامی تأثیر منفی در روابط کشور با جهان نمیگذارد. گزارش ریچارد بنت اندک تأثیری بر روابط افغانستان و دیگر کشورها ندارد. با چند دلیل. اولی که وای حضور فیزیکی در افغانستان ندارد، دوم گزارش های وای مستند نمیباشد، سوم کشورها بر اساس منافع خود روابط خود با افغانستان برقرار میکنند. بر این اساس ما نمیتوانیم بگوییم که گزارش های وای تأثیر منفی بر روابط افغانستان دارد. کشورها بر اساس منافع خود روابط خود را با افغانستان برقرار میکنند. این در حالی است که پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، ورود ریچارد بنت را به افغانستان به علت نشر و پروپاگاندا در مورد این کشور ممنوع اعلام کرده بود. هدف از سفرهای ریچارد بنت به کشورهای امریکای شمالی، کانادا، کشورهای آسیایی و یک عدد کشورهای اروپایی در حال حاضر این است که می خواهد حکومت سرپرست امارت اسلامی را در افغانستان به نقض گسترده حقوق بشر متهم بسازد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اپریل سال 2022 میلادی ریچارد بنت را منحیث گزارشگر ویژه این شورا به هدف مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان گماشت و ماه گذشته ماموریت آقای بنت برای یک سال دیگر تمدید شد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزراء، در دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان خواستار برخورد مسئولانه سازمان ملل در افغانستان شد. مولوی عبدالکبیر در این دیدار خطاب به خانم اوتان بایوا گفته که امارت اسلامی امور خود را بر اساس اصول اسلامی پیش می‌برد و آماده گفتگو درباره نگرانی‌های سازمان ملل و دیگر کشورها در مورد برخی از مسائل است. ستاره قادری. ارگ با نشر خبرنامه ای از دیدار عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزراء، با روزا اوتان بایوا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان خبر داده است. در این خبرنامه آمده که در این دیدار خانم اوتان بایوا گفته که در جریان سفر اخیرش به بیرون از افغانستان با کشورها و نهادهای کمک کننده برای جلب کمک‌ها به افغانستان صحبت کرده و یونما یک بخشی از کمک‌های مورد نیاز برای مردم افغانستان را در زمستان پیش رو دریافت کرده است. 50% مردم افغانستان در اکنون با فقر روبرو است، با فقر زندگی میکنه. باید یونما، سازمان ملل متحد، کمک های بیشتر با مردم افغانستان داشته باشه و در فصل زمستان که فصل سرما است و اکثر مناطق افغانستان سرد، مردم افغانستان بیشتر نیازمند به کمک های جهانی است که باید جهان کمک های بیشتر را در اختیار مردم افغانستان قرار بدهد. در خبرنامه ارگ آمده که مولوی عبدالکبیر در این دیدار خواستار برخورد مسئولانه سازمان ملل در افغانستان شده است. مولوی عبدالکبیر گفته که امارت اسلامی امور خود را بر اساس اصول اسلامی پیش می‌برد و آماده گفتگو درباره نگرانی‌های سازمان ملل و دیگر کشورها در مورد برخی از مسائل است. کمک‌هایی را که یونما، نمایندگی سازمان ملل متحد
بر افغانستان از دنیا درخواست کرده برای زمستان پیش رو قابل قدر است، اما راه حل برای مشکلات افغانستان نیست. راه حلی است که حکومت سرپرست کار برای مردم پیدا کنه که مردم از گدایی خلاص شه. در حال فرستاده ویژه سازمان ملل متحد از دریافت کمک ها به مردم افغانستان سخن می زند که با نزدیک شدن زمستان نیازمندی مردم به کمک های بشری بیشتر شده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که با وجود نشناختن امارت اسلامی به حیث دولت افغانستان، روسیه روابط دوستانه با امارت اسلامی دارد که بر محور همکاری های اقتصادی استوار است. سخنگوی امارت اسلامی اما روابط روسیه و حکومت سرپرست را نیکو دانسته و خواهان سرمایه گذاری های بیشتر آن کشور در افغانستان شده است. احمد شاه غفاری. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در مصاحبه با یک رسانه روسی گفته است که با وجود نشناختن امارت اسلامی من حیث دولت افغانستان، روسیه رابط دوستانه با امارت اسلامی دارد که عمدتاً بر محور همکاری های اقتصادی استوار است. روابط سیاسی با طالبان همچنان ادامه دارد، اما به هر حال عدم شناسایی رسمی وجود دارد. به نظر شخصی من حل این مسئله دور از دسترس نیست و طالبان در 20 سال گذشته تنها نیروی بوده که به طور مؤثر با گروه های هراس افغان به ویژه داعش مبارزه کرده است. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی روابط میان روسیه و امارت اسلامی را نیکو دانسته و از آن کشور میخواهد تا در افغانستان سرمایه گذاری هایش را بیشتر سازد. امارات اسلامی افغانستان هم با روسیه روابط خوب داره و خصوص در عرصه اقتصادی هر دو کشور پیشرفت‌های خوبی داریم و امارات اسلامی خواهان از او است که در افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره و تعاملات اقتصادی بیشتر ساخته شود. افغانستان یک موقع بسیار خوبی با دست آورده که امن است و ثبات داره، باید فرصت شمرده شود و از استفاده صورت بگیره بخاطر اتصال منطقوی و همچنان روابط تجارتی و ترانزیتی در بین کشورها که به این راستا روسیه رول مهم داره. ما هم خواهان روابط بهتر و بیشتر با روسیه. در همین حال برخی از آگاهان اقتصادی و سیاسی به این باورند که کشورهای خارجی منافع کشورهای دیگر را مد نظر نداشته، بلکه برای منافع خودشان کار میکنند. با گفته آنان روسیه باید در بخش‌های گوناگون با افغانستان همکاری کند و نیز در نشست‌های مختلف امارت اسلامی را شریک سازد. ما سفیر داریم در چین. بسیاری از ممالک دنیا تا 40 مملکت با ما روابط دوستانه و خوب دارن و نماینده هایشان در اینجا و نماینده های افغانستان در ممالک هست. ولی مهمتر است که اگر روسیه متمایل به این باشه که با امارت اسلامی افغانستان علایق دوستانه و خوبی داشته باشن، چرا در کنفرانس ها با نماینده حکومت فعلی افغانستان موقع و چانس نمیتن تا دو اشتراک بکنن؟ از اینکه منابع متمرکز به یک جغرافیا و یک محیط نیست، بنان خوب است کشورها با هم روابط درست اقتصادی داشته باشند، از جمله با کشور روسیه. افغانستان یکی از کشورهایی است که بالقوه منابع خوبتر داره، ولی بالفعل استفادهش کرده نمیتونیم. خلایی که ما داریم متاسفانه تجهیزات لازم نداریم. هرگاه کشور روسیه این سهولت به ما فراهم کرده باشه، میتونه این نشست ها به سود اقتصاد افغانستان هم تمام شود و داشتن رابطه درست به سود تمام کشورهای زیر دخل میتونه تمام شود. این در حال است که آقای کابلوف پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان میگوید که امارت اسلامی از ایدئولوژی جهاد جهانی فاصله گرفته و تمرکز خود را بر اهداف ملی معطوف کرده است. با ادامه خبرها خوش آمدید. مسئولان برخی از اداره های سازمان ملل نشستی را به مناسبت 72 سال روز ملل متحد با رسانه های کشور در کابل برگزار کردند. نماینده یونسکو در افغانستان ضمن ابراز نگرانی از اوضاع جامعه رسانه‌ای در جهان گفته که در سال جاری میلادی نزدیک به 54 خبرنگار کشته شده اند. رئیس یکی از نهادهای حامی خبرنگاران کشور ضمن اشاره به نبود حق دسترسی به اطلاعات میگوید که بزرگترین چالش فرا روی رسانه‌ها مشکل اقتصادی است. سید بلال صیاد و جزئیات بیشتر. نشست خبری سازمان ملل متحد با رسانه‌های کشور به مناسبت 79 سال روز ملل متحد زیر نام فرصت‌های گذشته، اکنون و آینده در کابل برگزار شد. نماینده سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در این نشست از اوضاع خبرنگاران در سراسر جهان ابراز نگرانی کرد و افزود که در سال جاری میلادی نزدیک به 54 خبرنگار در جهان کشته شده‌اند.
چالش ها در برابر خبرنگاران در سراسر جهان افزایش یافته است. تا این دم دست کم بیش از 1500 خبرنگار کشته شدند که 54 مورد آن طی سال جاری اتفاق افتاده است. یونسکو تلاش میکند که زمینه دسترسی به اطلاعات را افزایش دهد تا همه شهروندان دسترسی یکسان به آن داشته باشند. رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان نیز ضمن این که از نبود حق دسترسی به موقع به اطلاعات ابراز نگرانی کرد، افزود که در حال حاضر بزرگترین چالش رسانه ها مشکل اقتصادی است. رسانه ها در طول سه سال که البته گذشت با در نظر داشت شرایط و زمان و همچنان متکی به اصول و معیارهای ژورنالیسم فعالیت گسترده‌ای را داشتند. بانک از دید اقتصادی دچار بسیار مشکل بودند. در همین حال محمد شفیق وردک که به نمایندگی از کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای صحبت می‌کرد گفت که در 20 سال پسین رسانه‌ها مسلکی نبوده و تنها برای کسب امتیاز فعالیت می‌کردند. آقای وردک در ادامه خواهان ایجاد یک نظام اصولی و مسلکی مشخص برای رسانه‌ها در کشور شد. در سریچ د زمینی چې برابرۍ کې موږ تاسو لپاره ډیر ځله په تیرو شلو کالو کې دغه سټیج نه موږ په حکومت باندې د فشار لپاره د وسیلې په توګه استفاده کړې ده، انتقاد هم کړی دی او د تیرو حکومت هم امتیاز اخیستی دی په یو نامه په بل نامه. گفتنی است که از زمان تسلط دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های کشور از نبود حق دسترسی به موقع به اطلاعات شکایت کردند و خواهان همکاری حکومت سرپرست در این زمینه شدند. نهادهای حامی خبرنگاران در حالی از مشکلات اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که چندین رسانه دیداری و شنیداری به دلیل چالش‌های اقتصادی ناگزیر به تعلیق نشرات یا کاملاً مسدود شده‌اند. معین مسلکی وزارت اقتصاد گزارش اوچا را مبنی بر دخالت امارت اسلامی در توزیع کمک ها رد کرده است. عبداللطیف نظری نظارت بر پروژه ها را حق این وزارت دانسته و تصریح می کند که آنان تلاش می کنند تا کمک ها به گونه دقیق و بر بنیاد نیازمندی مردم توزیع شوند. معین مسلکی وزارت اقتصاد گزارش اوچا مبنی بر دخالت امارت اسلامی در توزیع کمک ها را رد کرده است. عبداللطیف نظری نظارت بر پروژه ها را حق این وزارت دانسته و می افزاید که آنان تلاش دارند تا کمک ها به گونه دقیق و مطابق به نیازمندی مردم توزیع شوند. سیاست امارت اسلامی دخالت در روند توزیع کمک ها از جمله پروژه ها نیست. بنابراین ما هر نوع دخالت در ارتباط رد میکنیم. اگر برخی موارد وجود داشته باشه حتما مشکلی نظارتی وجود داره که نظارت را ما حق خود میدانیم. هدف ما ایست که پروژه ها به صورت دقیق و درست با توجه به نیازمندی های مردم افغانستان تطبیق و اجرا شود. پیش از این اوچا در گزارش گفته بود که در ماه گذشته میلادی شرکای بشردوستانه آنان 173 رویداد را از دخالت امارت اسلامی بر روند توزیع کمک ها گزارش داده بودند که منجر به تعلیق 83 پروژه در افغانستان شده است. اوچا گفته بود که دخالت امارت اسلامی نسبت به یک ماه قبل 31% و نسبت به سال گذشته 66% افزایش یافته است. با این حال آگاهان اقتصادی ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در جلوگیری از بحران اقتصادی و بیکاری مهم می دانند. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ما هر چقدر بتونیم بستر مناسب برای سرمایه گذاری های خارجی به صورت بلمقطع و بلاعوض و یا سرمایه گذاری های داخلی ایجاد بکنیم، ایجاد یک نوع حالت افزایشی برای جلوگیری از بحران اقتصادی در نظام اقتصادی افغانستان وجود خواهد آمد و اشتغال زایی افزایشی در بین شهروندان افغانستان به وجود میآید که این هم میتونه به مرور زمان کمک کننده در رفاهیت اجتماعی شهروندان افغانستان باشه. دولت ضروری است تا با نهادهای بین المللی مخصوصا کسایی که کمک میکنن و بیشتر به ضروریات عاجل افراد جامعه رسیدگی میکنن و اونها همکاری بکنن تا بتوانند که کمک ها به اسرع وقت و در زمان معینش برشان برسد. این در حال است که اوچا بارها از کمبود بودجه برای ارائه کمک ها به نیازمندان در کشور ابراز نگرانی کرده بود. اوچا افزوده بود که برای رسیدگی به نیازمندان در بخش غذا و امرار معیشت در زمستان پیش رو به 500 میلیون دلار نیاز دارد.
از سه اثر یک نویسنده در ولایت بلخ رونمایی شده است. نویسنده این اثرها هدف از نوشتن آن را بیان حقایق و واقعیت‌های زندگی مردم و انگیزه دهی برای جوانان گفته است. در همین حال برخی از شاعران و فرهنگیان که در برنامه رونمایی این اثر اشتراک کرده اند از چالش‌های اقتصادی شاعران و نبود امکانات شکایت دارند. چرا من گذر از مرگ و اراده قوی نام اثر است که از سوی یک نویسنده بلخی نوشته شده است. اسدالله ساحل نویسنده این اثرها هدف از نوشتن آن را بیان حقایق و واقعیت‌های زندگی مردم و انگیزه دهی برای جوانان می دانند تا بیشتر به نویسندگی و فرهنگ مطالعه رو آورند. فرهنگ کتابخانی از قبل هم چندان بدان فرهنگش نهادینه نبود، با خصوص حالا که مشکل اقتصادی که ما وجه استیم با شما، ما امی خاطر نام مشکل اقتصادی یک نویسنده و یک از کسی که اثر خلق میکنه وجود داره. برخی از شاعران و نویسندگان در این ولایت با آنکه رونمایی این اثرها را در غنامندی فرهنگ و رشد ادبیات سودمند میدانند، اما از نبود امکانات و چالش های اقتصادی ابراز نگرانی میکنند. طبعا یک شاعر و نویسنده بدون نگارش و سرایش نمیتونه کار انجام بده، مگر یا باید با امیدواری به کارهای آفرینشی خود و نگارشی خود ادامه بدن. خوشبختانه جوانای زیادی را داریم که دست به قلم میبرن و در بخش‌های گوناگون مینویسن و کتابای را آماده نشر و چاپ میکنن. این کتاب ها بیشتر چاپ شود، در دسترس جوان ها قرار بگیره، چون فرهنگ مطالعه خیلی زیاد ضعیف شده. در همین حال یک مسئول ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از تلاش برای پشتیبانی از شاعران و نویسندگان اطمینان داده و پشتیبانی از آنان را از وظایف این اداره می داند. وظیفه اطلاعات فرهنگ است که در قسمت رشد هنر شعر و ادبیات توجه باید داشته باشه و این جزی از لایحه وظایف ماست که ما در راستا کار باید بکنیم. بر بنیاد گفته های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ، دو اثر دیگر نیز تحت بررسی از سوی کمیسیون ویژه قرار دارد که به زودی چاپ خواهد شد. به ادامه خبرها خوش آمدید. و در مهمترین خبرهای از جهان هم این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سران کشورهای برکس در باره تنش و درگیری‌ها در خاورمیانه گفته که این کشورها باید در حل منازعات منطقه‌ای نقش مهمتری بازی کنند. رئیس جمهور روسیه که کشورش از 2.5 سال پیش درگیر جنگ اوکراین است گفت که کشورهای برکس نه در حرف بلکه در عمل برای دستیابی به صلح و امنیت جهانی تلاش می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه 2 اقرب در نشست سران برکس درباره تنش و درگیری ها در خاورمیانه گفت که در حل منازعات منطقه‌ای باید نقش مهمتری را بازی کنند. رئیس جمهور روسیه که کشورش از 2.5 سال پیش درگیر جنگ با اوکراین است، کشورهای برکس نه در حرف بلکه در عمل برای دستیابی به صلح و امنیت جهانی تلاش میکنند. پوتین در آغاز این نشست اعلام کرد که بیش از 30 کشور اعلام کردند که علاقه به همکاری با برکس دارند. وی تصریح کرد که برکس باید ضمن حفظ توازن از کاهش کارایی در نظم جهانی جلوگیری کند. اسرائیل روز سه‌شنبه 1 اقرب تایید کرد که هاشم صفی‌الدین جانشین احتمالی حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان 3 هفته پیش در حمله ای از سوی ارتش آن کشور کشته شده است. این اولین تاکید رسمی مرگ هاشم صفی‌الدین جانشین احتمالی رهبر حزب الله لبنان است. در همین حال و در ادامه گمانه‌زنی های 3 هفته گذشته درباره زمان و نوع حمله احتمالی اسرائیل به منافع ایران، خبرگزاری المونیتور در گزارش مدعی شد که ممکن است آمریکا به هدف بازداشتن اسرائیل از حمله به تأسیسات نفتی و هسته ایران پیش از انتخابات ایالات متحده مشوق‌های مانند تقویت همکاری‌های عملیاتی و استقرار دومین سیستم دفاعی موشکی تاد را در اسرائیل در نظر بگیرد. نخستین سیستم دفاعی موشکی تاد از اوایل این هفته در اسرائیل فعال شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پیش از ترک اسرائیل به سوی عربستان سعودی گفت که پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به حمله های موشکی سپاه نباید آنچنان بزرگ باشد که سبب تجدید تنش‌ها در منطقه شود.
بلینکن که برای 11 بار از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل به خاورمیانه سفر کرده است، روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده بود. در همین حال و در حالی که تنش میان ایران و اسرائیل به گونه کم پیشینه ای افزایش یافته است، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین تاکید کرد که روسیه اراده برای رها کردن ایران ندارد. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر حضور نیروهای کره شمالی در روسیه برای شرکت در جنگ بر ضد اوکراین، کره جنوبی هشدار داد که می‌تواند فرستادن جنگ‌افزار به اوکراین را در نظر بگیرد. هرچند کره شمالی و روسیه گزارش‌ها مبنی بر انتقال نیرو را تکذیب کردند، دبیر کل ناتو هشدار داده است که این اتفاق تجدید قابل توجه جنگ خواهد بود. پایان مجموعه خبری ساعت 10 شب از تلویزیون یک. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.